بسم الله الرحمن الرحیم سلام وقت بخیر دوستان و عزیزان گرامی خیلی خوش آمدین به برنامه خود شما برنامه آماده کانکور از طریق تلویزیون خب دوستان فعلا که در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم امیدوار هستیم که تاهات تا و عبادات و روزه و نماز همه ما شما به درگاه حق قبول باشه خب درس امروزی ما نامساوات درجه یک یک مجوله هست که شما میتونید نامساوات درجه یک یک مجهوله را از این کتاب به دست بیارین که این کتاب در مراکز و مکاتب معارف افغان ترک موجود است شما میتونید از اونجا به دست بیارین خب دوستان درس آغاز میکنیم درس ما هست نامساوات درجه یک یک مجهوله نامساوات درجه یک یک مجوله. شکل استندرد و یا شکل عمومی نامساوات درجه یک یک مجوله AX مثبت B بزرگ از صفر AX مثبت B کوچک از صفر AX مثبت B بزرگ و مساوی از صفر و AX مثبت B کوچک و مساوی از صفر می باشد بیاییم سر مسائل نامساوات درجه یک یک مجوله اگر ما داشته باشیم دو اکس منف ده بزرگ سفر دو اکس خود دو اکس در اوس انتقال می میشه ده زمانه که ما اطراف تقسیم دو بسازیم روز قبل دوستان در خواست نامساوات ما گفتیم در صورت که دو طرف نامساوات ضرب و تقسیم یک مقدار مثبت بسازیم جهت نامساوی تعویز نمیشه و اگر اطراف ضرب تقسیم یک مقدار منفی بسازیم جهت نامساوی تعویز میشه دو اکس بر دو میشه اکس ده تقسیم دو میشه پنج پس جهت نامساوی تعویز نشد از خاطر جهت نامساوی تعویز نمیشه که اطراف تقسیم یک مقدار مثبت ساختیم پس به قسم انتروال نشان بتیم میگیم از پنج تا لایتنایی است چون مساوی نداره انتروال ما باز است میگیم سر سوال دوم سوال دوم اگر ما داشته باشیم منفی دو ضرب قوس اکس منفی پنج مثبت چار بزرگ و مساوی هست. سفر منفی دو ضرب اکس منفی دو اکس منفی دو ضرب منفی پنج مثبت ده مثبت چار بزرگ و مساوی سفر منفی دو دانه اینا با هم جمع شود چارده در جمع چار چارده زمانی که او طرف انتقال بده میشه منفی چارده حالا اطراف تقسیم منفی دو میسازیم چون ضریب اکس ما منفی دو است ما گفتیم اگر اطراف تقسیم یک مقدار منفی بسازیم جهت نامساوی تعویز میشه منفی دو اکس تقسیم منفی دو تنها x جهت نامساوی تعویز میشه چون اطراف ضرب تقسیم منفی بسازیم جهت تعویز میشه منفی چارده تقسیم منفی دو میشه مثبت اف پس سطح علش از منفی لایتنایی تا اف منفی لایتنایی مثبت لایتنایی همیشه انتروال های باس داره چون افت مساوی داره خود افت شامل است پس انتروالش میشه بسته میم سر سوال بعدی سوال سوم سوال سیوم سوال سیوم اگر ما داشته باشیم یکی بر شش دانه اکس منفی یکی بر دو بزرگ و مساوی از یکی بر سه LCM مخارج از شش ما زمانی را از حالت کسری خارج میسازیم که اطراف از ضرب شش بسازیم پس اطراف ضرب شش شش ضرب یک شش با اختصار تنها x منفی شش ضرب یک شش شش بر دو میشه سه بزرگ و مساوی شش ضرب یک شش شش بر سه میشه دو که در نتیجه گفته میتونیم x ما بزرگ و مساوی از پنج پس سطح اعلی علماء... یا ساحه اعلی میشه از پنج تا لایتنه چون بزرگ و مساوی از پنج از پنج بزرگ اعداد شش، افت، اش و بالاخره تا لایتنهی است میاییم به قسم سر سوال سیوام سوال چهارم. اگر ما داشته باشیم فرزن جزر دو اکس مثبت اشت مساوی به دو دانه اکس مثبت چار جزر دو اول ایره معلوم و مجهول میسازیم بعدا عل می کنیم. اولا معلوم و مجهول میسازیم اکس دارا یا مجول دارا یک طرف نامساوات اعداد ثابت طرف دیگر نامساوات جزری دو اکس منفی دو دانه اکس مساوی به چار جزری دو بزرگ مساوی چار جزری دو اشتی طرف بیاره میشه منفی اشت و اینجا x مشترک است x مشترک میگیریم جزری دو اکس تقسیم می شود جزری دو دو اکس تقسیم می شود میشه شو تنها دو بزرگ و مساوی در این دو حدد چار مشترک میگیریم که میشه جزری دو منفی دو ما اطراف تقسیم جزری دو منفی دو میسازیم اطراف نامساوات تقسیم جزری دو منفی دو میسازیم جزری دو منفی دو چون یک مقدار منفی است جهت نامساوی تعویز میشه به خاطر که جزری دو کوچکتر از دو است نتیجه اینا یک مقدار منفی میشه پس جزری دو منفی دو با یه اختصار تنها x چون جزری دو منفی دو یک مقدار منفی است جهت نامساوی ما تعویز میشه و جذر دو منفی دو با اختصار تنها میمانه چار پس تعال ما هست از منف لایتنویی الا چار چون مساوی داره چار شامل میشه یه سطح ما میاییم سر سوال بعدی نامساوات درجه یک میتونه به شکل آسل ضرب قوس ها باشه میتونه به شکل کسری باشه آله میاییم به شکل آسل ضرب قوس ها به ایالت میگیم نامساوات درجه یک به شکل آسل ضرب قوس ها و همچنان میتونیم ما یک بینوم به شکل مسائل متنی هم ارائه کنیم به شکل مسائل متنی به این قسم میگیم بینوم فرزن متنی بینوم c اکس منفی دوازده به کدام قیمت ها دارای اشاره منفی می باشد اگر سوال متنی از ایره بگویم به حالت از ما خواسته شده. یعنی سه اکس منفی دوازده چی وقت منفی میشی؟ منفی یعنی کوچک از سفر مثبت یعنی بزرگ از صفه یعنی بینوم سه اکس منفی دوازده به کدام قیمت ها دارای اشاره منفی می باشد پس میگیم سه اکس کوچک از دوازده اطراف تقسیم سه سه ایکس برسی میشه ایکس دوازده برسی میشه چار پس اس از منفی لایتنایی تا چار یعنی زمانی که از منفی لایتنایی تا چاره ار قیمت را که بجای جای بین کنیم نتیجه یک مقدار منفی میشه فرزن دو که در این انتروال شامل است سه یک منفی یک سفر و غیره اینجا وزه کنیم نتیجهش منفی میشه مثلا سه سفر 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 منفی دوازده منفی سه دو شش, شش منفی دوازده میشه منفی سه سه نو, نو منفی دوازده میشه منفی اگر از ما میخواسته میشد بینوم سه منفی دوازده به کدام قیمت ها اشاره مثبت است با میفتیم سه x منفی دوازده بزرگ است سفر میهیم سوال دوم متنی بعدا به آسل ضرب قوس ها میره. باز مثلا میگیم بینوم یکی بر دوازده دانه x منفی یکی بر شش به کدام قیمت ها دارای اشاره مثبت می باشد بینم یکی بر۲ه من فییکی بر, بر ش و کدام قیمت ها؟ دارای اشاره مثبت می باشد خب میگه می یکی بر۲x منفی فی یکی بر 6 چی وقت مثبت هستیم؟ مثبت مانامتا بزرگ است سفن زمانی که ما اطراف ضرب دوازده بسازیم ضرب دوازده به یالت دوازده ضرب یک دوازده با این اختصار تنها اکس منفی دوازده ضرب یک دوازده دوازده بر شش دو بزرگ است دوازده ضرب سفر سفر که در نتیجه اکس ما بزرگ از دو میشه اکس بزرگ از دو ستعالش نوشته میتونیم ستعال ما از دو تا لایتنوی چی مانا؟ یعنی از دو تا لایتنوی ار قیمت را که ما به جای x وزه کنیم نتیجه یک مقدار مثبت میشه به صورت کل سوالایی که از ما خواسته میشه میگه این بینوم به کدام قیمت ها دارای اشاره مثبت است که بزرگ از صفر قرار میتیم و اگر خواسته شد امی بینوم به کدام قیمت ها دارای اشاره منفی است بعد از اون ما کوچک از صفر قرار میتیم آلی میاییم بینوم ها که به شکل آسل ضرب قوس ها می باشد خب نه درجه یک که به شکل اصل ضرب قوس ها هست کدام آلت ها را داراست میایم سر مسائلش سوال اول فرزن x منفی یک ضرب قوس x مثبت چار کوچک سفر سوال هایی که از ما خواسته میشه فرزا از سوال از ما خواسته میشه که آسل جمع جزور تامه این همی نامساوی عبارت است است و یا از ما خواسته میشه سایه ال نامساوی اینمی x منفی و x مثبت چهار کوچک از صفر عبارت است است حال ما سایه اعلم پیدا میکنیم اصل جمع جذور تا ما هم پیدا میکنیم میایم در قدم اول باید صفر سازای هر قوس جداگانه پیدا کنیم میگیم x منفی یک مساوی به صفر که در نتیجه x ما یک میشه بعدیش x مثبت 4 مساوی به صفر که در نتیجه x منفی 4 میشه حال پیدا میکنیم از منف لایتنایی تا مثبت لایتنایی اصل ضرب قوس ها را میگیریم x منفی 1 ضرب x مثبت 4 کوچک از صفر دو صفر ساز یک صفر ساز منفی 4 یک صفر ساز مثبت یک داره یک سفر ساز منفی چار و یک سفر ساز منفی یک یک قیمت دلخواه یک قیمت دلخواه را ما وضع می کنیم به ایش آسل ضرب قوسا به استثنای منفی چار و یک چون اینا سفر ساز هست اینا را وضع کنیم نتیجه سفر میشه فرزن منفی چار منفی چار و مثبت چار سفر سفر ضرب زی سفر سفر کوچک است سفر نیست مثبت یک یک آوازه کنیم یک منفی یک صفر ضربی صفر صفر کوچک از این نیست پس منفی چهار و مثبت یک که صفر سازا است صدق نمیکنه متباقع هر قیمت را که وضع کنیم می تانیم ما پنج قیمت گذاری میکنیم یک عدد دلخواه به استثنای صفر ساز فرزن پنج اول می موقعیت پنج در کدام قسمت سایه عداد است منفی پنج در یک قسمت است چون مثبت پنج به خاطر که پنج از یک تا لایتنایی در پنج در انتروال یک لایتنایی شامل است یک دو سه چار پنج شش افت اشت ازار میلیون میلیارد به قسم تا چند لایتنایی پنج موقعیتش اینجاست است زمانی که ما پنج وضع کنیم علامه اینی انتروال به دست میاره پنج است پنج میکنیم پنج منفیت چار چار یک مقدار مثبت پن مثبت چار نو نو یک مقدار مثبت مثبت ضرب مثبت اشاره از ای, ای است اشاره از این ای است مثبت ضرب مثبت مثبت وقتی یک یافتیم دیگراش به قسم نوبتی است مثبت منفی مثبت خب فرزن ما همینجا اگر ما صفر را وزمه کردیم ما علامه این قسمت به دست می زمانی که ما صفر را وضع کنیم چون صفر در انتروال منفی چار و یک قرار داره پس ای علامه اینجا به دست می آوردیم فرزن صفر صفر منفی چار میشه منفی صفر مثبت چار میشه مثبت منفی ضرب مثبت منفی پس دیدیم که اما علامه به دست آمد و زمانی که اعدادی که در انترول منفی لایتنایی تا منفی چار قرار داره او اعداد رو کنیم دوباره اشاره پس مثبت میشه مثلا منفی ده منفی ده در یه انترال قرار داره منفی ده در یه قرار داره ما منفی ده رو کنیم منفی ده و منفی یک میشه منفی یازده منفی ده و مثبت چار میشه منفی شش منفی ضرب منفی مثبت پس هر عدد دلخواه را که ما کنیم دوباره اما علائم تعیین شده به دست ما می آید خب زمانی که کوچک از سفر بود منفی سایه عل است انتروال منفی زمانی که مثبت است بزرگ از سفر بود مثبت انتروال مثبت سایه است پس به صورت کل جهت نامساوی یا بزرگ است یا کوچک و به صورت کل علامه هم یا مثبت است یا منفی اگر کوچک از سفر بود کوچک از سفر مانا منفی یعنی انتروال منفی سایه عل است و اگر بزرگ از سفر بود انتروال مثبت سایه عل است فعلا سایه عل ما خانه منفی است مثبت نیست مثبت ها را خط میگیریم میگه مثبتا سایه ال نیست مثبتا نیست سایه ال ما اینی منفی است سایه ال منفی است خب سایه عل که منفی است چه قسم ما را به قسم جهت نامساوی نشان بتیم به قسم علامه نامساوی خب را تعلیلی خب دقت کنین دوستان عدادی که در یه انتروال است عبارت از منفی سه، منفی دو، منفی یک، صفر است پس اونمو اعداد ما بزرگ از منفی چار است فرزند در وسط است سفر سفر از منفی چار کرده بزرگ است در یه منفی یک منفی یک بزرگ از منفی چار است منفی دو بزرگ از منفی 4 است منفی سه بزرگ از منفی چار است اما تمامی همی اعداد که عبارت از منفی سه و منفی دو و منفی یک و سفر و منفی یک اشاری پنج و منفی دو تمام پنج تمامی کوچک از یک است پس سایل نشته میکنیم x اعدادی که در وسط است میگیم بزرگ است منفی چار است اعدادی که در وسط است میگیم کوچک است یک است پس ست اعلا نشته میتانیم از منفی چار الا یک یه ست اعلش یا انتروال ال یا سای ال ای بود سای ال خب از ما اگه خواسته شود اصل جمع جزور تام اینمی سوال آصل جمع جزور تامش چی است پس آصل جمع جزور تام با قسم مجموعه نشته می کنیم مجموعه اکسا مجول اکس است اکسا کدام ها است در یه انتروال می بینیم کدام اعداد تام شامل است مثلا منفی شامل است مثلا منفی دو شامل است مثلا منفی یک شامل است و صفر شامل است منفی چهار و مثبت یک شامل نیست چون انتروال باز است اگر انتروال بسته می بود منفی چهار و مثبت یک هم شامل می شد پس تمام اینها رو جمع می کنیم منفی سه و منفی دو منفی پنج منفی پنج و منفی یک منفی شش منفی شش با سفر می منفی شش پس آسل جمع جزور تام ای است آسل جمع جزور تام اصل جمع جزور تام میشه منفی شه سوال که از ما خواسته میشه یا سایه ال خواسته میشه و یا اصل جمع جزور تام خواسته میشه میاییم به قسم، میتانه امی اصل ضرب بینم ها سه قوس باشه چهار قوس باشه و بالاخره ان قوس باشه مثلا x منفی ده x مثبت دو x منفی شش کوچک و مساوی از صفر کوچک و مساوی از صفر در قدم اول صفر سازای هر قوس ما جداگانه پیدا می کنیم میگیم x منفی ده مساوی به صفر در نتیجه x ما ده x مثبت دو مساوی به صفر که در نتیجه x ما دو میشه x منفی شش مساوی به صفر که در نتیجه x ما شش میشه این اعداد که عبارت از دو و ده و شش است اینا x مثبت دو مساوی به صفر x ما مساوی به منفی دو منفی دو خب ده و منفی دو شش صفر سازای یاسل ضرب قوس ها هست بیاییم سره اینجا جدول از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی اعدادی که اینجا قرار داره از کوچک با بزرگ ترتیب میتیم که عبارت از منفی دو مثبت شش و مثبت ده است خود سوال اینجا نوشته میکنیم که خود سوال عبارت از x منفی ده x مثبت دو x منفی شش کوچک و مساوی از صفر است خب یک عدد انتخاب میکنیم یک عدد اختیاری به استثنای منفی دو و شش و ده فرزن میگیم چار. اول تعیین میکنیم که موقعیت چار در کدام قسمت است اینجا نیست اونجا عدادی که از ده بزرگ است اونجا است اینجا نیست به خاطر که اعدادی که بین 6 و 10 اینجا است پس اینجا است چون 4 در اینجا موقعیت داره 4 در اینجا موقعیت داره اینجا اگر می بود منفی 6 باز اینجا بود امو موقعیت حالا که ما میگیم چهار عوضه می چارا کنیم هر عدد را که انتخاب کنیم میشه به شرط که ما موقعیت عدد پیدا کنیم چهار اینجا است موقعیتش پس چهار منفی ده میشه منفی شش یک مقدار منفی چار مثبت دو میشه یک مقدار مثبت چار منفی شش میشه یک مقدار منفی منفی ضرب مثبت منفی منفی ضرب منفی مثبت زمانی که یکی را پیدا کردیم دیگراش متناوب منفی منفی مثبت آلم یه یه علایم پاک میکنم منفی و مثبت و منفی را خاطر که بعدها شما یک عدد دیگر انتخاب میکنین یازده را 20 تا باز کنین او علائم به دست اما اینا تغییر نمیخوره اینا یکسان است. در هر آلت و هر عدد را که وضع کنیم حالی می چون کوچک سفر است کوچک صفر مانا منفی پس مثبتا ها سایه ال نیست مثبتا سایه ال نیست مثبت ها سایه ال نیست سایه ال ما انتروال منفی لایتنایی تا منفی دو است و از شش تا لایتنایی است پس نشته می کنیم x بزرگ از منفی لایتنایی کوچک از منفی دو یا انتروال ما اینجاست است سایه ما x بزرگ از شش کوچک از ده حالا میبینیم که جهت نامساوی امرو با مساوی است یا نه زمانی که مساوی داشت تامو مینورا ما سویدار نشته می کنه با استثنای منفلایتنوی با استثنای منفلایتنوی خب انتروال 6 تا 10 رو دوباره تشریح میکنم خب دقت کنین دوستان اعدادی که بین 6 و 10 هست کدام اعداد است عبارت از 7 عبارت از 8 عبارت از 9 اعداد است و عدد اشاری از 6 اشاری 1, 6 اشاری 2, 7 اشاری 5, 8 اشاری 3, 9 اشاری 4 بمی تمام یه عدد بزرگتر از 6 است از خاطر میم اکس ما بزرگ و مساوی از 6 و تمام عدد کوچکتر از ده است از خاطر میم اکس ما کوچک از ده تمام عددی که در وسط است اینا شامل سایه عل است که امو سای اعلا ما چی میگیم؟ امو اعداد ما از شش کده بزرگ امو اعداد ما از ده کده کوچک این دو انتروال به یک انتروال به یک سطح نشان بتیم به ای حالت است از منفی لایتنایی تا منفی دو منفی دو شامل است چون مساوی داره اتحادش از شش تا لایتنایی از شش تا از شش تا ده انتروال میبینیم که از هر قسمت تا هر قسمت است میگیم از 6 تا ده چون از 6 تا ده است متباقی که موضوعات اضافی است دوباره اینا را پاک میکنیم ایبوت ای بود ضرب قوسا اگر امی جهت نامساوی ما بزرگ از سفر باشه جهت نامساوی ما بزرگ از سفر باشه سایه عل ما خانه های مثبت میشه یا انتروال های مثبت میشه سلام دوستای عزیز خوش آمدین به ادامه درس امروزی ما البته که درس امروزی ما قسمی است که حاصل ضرب قوسا هست و می خاطر ضرورت به یک ساعت مکمل درسی داشتد از همین خاطر ادامه درس ها را کار می کنیم چون از موضوع خارج نشیم و این موضوع نامساوات های درجه یک که به شکل حاصل ضرب قوسا هست به صورت اساسی باید فایده شبع. خب میایم اگر سوال سوم ما جهت نامساوی در صورتی که بزرگ باشه چی می کنیم؟ در صورتی که اگر ما داشته باشیم 2 منف ده 10 cx مثبت 6 و فرضاً بگیم 5x مثبت 20 اگر داشته باشیم چونی کوچک بود باشه بزرگ از سفر باز هم دوستان ما اولا سفر سازای ار قوس جداگانه پیدا می کنیم بعد از او روی جدول یا روی میور اعداد بزرگ زور نوشته کده نامساوی را پیدا می کنیم خب میاییم دو اکس منفی ده دو اکس منفی ده مساوی به سفر که دار نتیجه x ما مساوی با 10 میشه x ما مساوی با 5 میشه چون اطراف تقسیم ذریبه x میسازیم x ما مساوی با 5 cx مثبت 6 مساوی با صفر x ما مساوی با منفی 2 میشه بعدش 5x مثبت 20 مساوی با صفر که در نتیجه x مساوی به منفی 4 میشه اطراف تقسیم 5 کنیم 5 با 5 اختصار 20 میبریم منفی 20 اطراف تقسیم 5 است میشه منفی 4 تمام اعداد منفی 4 و منفی 2 و مثبت 5 روی میور اعداد نشته میکنیم یعنی جدول جدول از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی تمامی محور اعداد است پس تمام اعداد اینجا نشته میکنیم که اعداد عبارت است منفی چار منفی دو و مثبت پنج است یعنی اعداد از کوچک به بزرگ نشته میکنیم ما نمیتونیم مثلا اول پنج رو نشته کنیم یا اول منفی دو رو نشته کنیم پس از کوچک به بزرگ تمام اعداد روی می اعداد نشسته می کنیم. اول میایم خود سوال, را، سوال خود ما را میگیریم که 2x منفی 10 CX مثبت 6 و پاینج ایکس مثبت 20 بزرگ از صفر یک عدد ما در نظر میگیریم. یک عدد دلخواست هر عددی که باشه فرق نمیکنه که اعداد ما منفی باشه فرق نمیکنه که اعداد ما مثبت باشه و یا صفر باشه فرزند ما ای بار صفر را در نظر میگیریم صفر صفر موقعیت شا پیدا کنیم موقعیت صفر بین منفی دو و مثبت پنج است صفر سرحد جدایی بین اعداد و مثبت و منفی است که صفر از نظر علامه خنصا است سفر بین منفی دو و پنج است سفر رو می کنیم دو سفر 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 منفی ده میشه منفی سه سفر 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 مثبت شش میشه مثبت پنج سفر 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 مثبت بیست میشه مثبت منفی ضرب مثبت منفی منفی ضرب مثبت منفی پس الان اینجا شد منفی پس نظر به مو متناوب مثبت مثبت منفی ما میبینیم که جهت نامساوی ما بزرگ از صفر است بزرگ از صفر مثبت ما بزرگ از صفر یعنی اعداد مثبت کوچک از صفر یعنی اعداد منفی بزرگ از صفر مثبت ما پس منفی ها نیست منفی سایه سای نیست مثبت ها سای عل است که سای ال مثبت دو سا است. اینا سایه ال مثبت است پس ما اینجا نشته میتونیم اکس ما بزرگ از منفی چار کوچک از منفی دو یعنی تمام اعداد سمت چپ ما کوچکتر از اعداد سمت راست ما می باشه همیشه و همیشه پس عدادی که در این وسط است منفی سه است منفی سه ما از منفی چار کده بزرگ است و منفی سه ما از منفی دو کده کوچک است و یا و یا عداد که بین پنج و لایتنایی از سای علم ها است کدام عداد اینجا است؟ عداد مثلا 6, 7, 8, نو، ده پنج شاری یک، پنج شاری دو، پنج شاری سه پنج شاری سفر سفر یک، پنج صفر سفر 8 مثلا تمام اعدادی که در اینجا است او اعداد ما از 5 بزرگ است پس از ما مخاطر نشته میکنیم x بزرگ است 5 تمام اعدادی که ما که اینجا قرار داره تمام اعداد ما کوچکتر از لایتنایی است ما نشته میکنیم کوچک از لایتنایی چون جهت نامساوی ما مساوی نداره پس اینا را ما مساوی نمیتیم اگر مساوی می داشت باز ایسای علم مساوی میدادیم. پس آله سته اعلی نشته می کنیم اما انتروال هایی که سای ال است اما ست اعلی ماست که انتروال سای از منفی چار تا منفی دو است از منفی چار تا منفی دو است اتحادش از پنج تا لایتنوی است از تا لایتنایی است پس از اعلی نامساوی ما سته اعلی نامساوی آسل زر و قوس های ما میتونه تعداد قوس ها 4 قوس باشه پنج قوس باشه و به همین ترتیب این قوس باشه میهم سر سوال چهار قوسه که سوال چهارم است سوال چهارم ما x منفی یک x منفی 8، x مثبت 5، x مثبت 3 بزرگ و مساوی از صفر یعنی آسل ضرب قوس های ما میتونه چار قوس باشه میاییم سفرساز های ار قوس جداگانه به دست میاریم سفرساز های ار قوس جداگانه به دست میاریم که میشه x منفی یک مساوی به صفر در نتیجه x ما مساوی به یک دوم x منفی 8 مساوی به صفر که در نتیجه x مساوی به 8 میشه بعدیش x مثبت 5 مساوی به صفر x مساوی به منفی 5 میشه و آخری x مثبت 3 مساوی به صفر که در نتیجه x مساوی به منفی 3 میشه تمامی اعداد روی میوره اعداد نشته میکنه. منفی سه و منفی پنج و اشت و یک رو روی میور اعداد ما نشته کنیم پس میور اعداد اینجا نشته میکنیم میور اعداد یست yes. از منف لایتنایی تا مثبت لایتنایی از منف لایتنایی تا مثبت لایتنایی عداد رو نشته کنیم یک سفرساز عبارت از منفی 5 است از کوچک به بزرگ نوشته می کنیم سفرساز بعدی منفی 3 است سفرساز بعدی ما یک است سفرساز بعدی ما هشت است تمام سفرساز ها را ما نوشته می کنیم روی میوره اعداد حالا میایم امی جدول رو چه قسم تعیین می‌کنیم سایه الف خود سوال نشسته می‌گنیم x منفی 1 x منفی 8 x مثبت 5 x مثبت 3 بزرگ و مساوی 0 یک عدد دلخوا خود ما انتخاب می‌کنیم هر عدد باشه این بار یک عدد منفی رو در نظر می‌گیریم مثلا میگه منفی 6 میبینیم منفی شش در کدام قسمت است منفی شش در یک قسمت است موقعیت منفی شش ضروری است که پیدا کنیم چون موقعیت نفامه ما قیمت کنیم علامه که به دست بیایه ما بگویم این علامه مربوط کدام انتروال است وقتی که موقعیت انتر اشتباه شد تعین سای عل ما اشتباه میشه بالاخره عل سوال ما اشتباه میشه پس حال ما منفی شش در نظر گرفتیم منفی شش ما میفهمیم کوچکتر از پنج است اگر این میبود منفی چهار باز اینجا بود اگر این میبود منفی دو اینجا میشد اگر این میبود پنج اینجا میشد اگر این میبود ده باز اینجا میشد حال از منفی شش منفی شش و منفی یک میشه منفی ه یعنی یک مقدار منفی. منفی 6 و منفی 8 میشه منفی 14 یک مقدار منفی منفی 6 مثبت پنج میشه منفی چرا؟ منفی مثبت پنج منفی شش و مثبت سه میشه منفی ضرب میکنه ملایمه منفی ضرب منفی مثبت مثبت ضرب منفی 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 ضرب منفی مثبت پس علامه اینجا به دست آمد که عبارت از مثبت است و قسم نوبتی منفی مثبت منفی مثبت این عداد پاک میکنیم به خاطر که بعد ها شما میتونیم یک عدد دیگه مانند در رو وزه کنیم مانند منفی دو رو وزه کنیم از خاطر و علای ما پاک میکنیم حالا میبینیم چون جهت نام سوی بزرگ صفر است پس به این مانا بزرگ صفر مثبت مانا میتا. سایه ال مثبت است منفی ها سایه ال نیست منفی ها سایه ال نیست این به قسم پس سایه ال تمام مثبت ها است مستقیم سطح ال اگر ما نشته کنیم سطح ال مستقیم اگر نشته کنیم از منفی لایتنایی تا منفی پنج از منفی لایتنایی تا منفی پنج منفی لایتنایی همیشه انتروال باز است اما پنج بسته چون مساوی داره بعدیش سایه ال بعدی از منفی سه تا یک اتحادش از منف تا یه انتروال ها بسته انتروال بعدی که اتحاد میتیم انتروال بعدی ماست از 8 تا لایتنوی از اش تا لایتنوی من فلایتنایی و مثبت لایتنایی همیشه انتروال های باز است چون عدد نیست و که ما بگوییم که او عدد شامل انتروال یا شامل سایه عل ما میشه پس یه سایه عل نامساوی آسل ضرب امی چار قوس آلی میاییم امی آسل ضرب قوس ها یا نامساوات ها میتونه به شکل کسری بیاید که کسری با اصل ضرب قوس ها و قدر تفاوت نداره فقط با تفاوت ای که صفر ساز مخرج شامل سایه اهل ما نمیشه میاییم فرزن ما میگیریم سوال پنجم نامساوات کسری درجه یک میگیم x منفی دی بر x منف چار کوچک و مساوی از صفر از ما اگه سوال شد سایه اهل اینا مساوی دریافت کنه و یا از ما سوال میشه آسل جمع جزور تام این مساوی در یک کسری را پیدا کنید دو قسم سوال سایه را دریافت کنید و بعدیش آسل جمع جزور تامش پیدا کنید اولین کاری که میکنیم ما چی از سفر صورت و مخرج پیدا میکنیم میگم x منف ده مساوی به صفر در نتیجه اکس ما مساوی به ده میشه بعدیش اکس منفی چار مساوی به سفر که در نتیجه اکس ما مساوی به چار میشه x مساوی به ده و x مساوی به چار سفر سازای صورت و مخرج نامساوات کسری درجه یک ما است. پس ما محور اعداد یا جدول سایه علت نوشت اینجا ترسیم میکنیم از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی تنهایی عداد را که صفرساز های صورت مخرج است اینجا نوشته میکنیم که عبارت از چار و ده است اکس منف ده بر اکس منف چار کوچک و مساوی از صفر یک عدد انتخاب میکنیم عدد فرزن میگیریم عدد پنج پنج در کجا موقعیت داره؟ در دا اینجا چون بین چار و ده است پنج پنج منفی ده میشه یک مقدار منفی پنج منفی چار میشه مثبت یعنی یک مقدار مثبت منفی تقسیم مثبت میشه منفی وقتی که منفی است پس دو طرف مثبت. حال میبینیم جهت نامساوی چی است؟ زمانی که جهت نامساوی ما کوچک باشه مثبت سایه ال شده نمیتونه مثبت سایه ال شده نمیتونه منفی سایه ال است یعنی سایه ال ما از چهار تا لایتنایی است پس سطح ال ما میشه از 4 تا ده یک تفاوت که نامساوات کسری درجه یک با نامساوات که به شکل حاصل ضرب قوسا داره ایست که. که ای است که حالا که فعلا این مساوی داره یعنی سفرساز مخرج ما شامل گرفته نمیتونیم یعنی ست علم میشه از چار تا ده ده شامل اما چار شامل نه اگر همی حاصل ضرب قوسا می بود چارم شامل می شد درم چرا چهار شامل نیست؟ چون چهار سفرساز مخرج است و سفرساز مخرج شامل سای ال نمی گردد و اگر همه قسم سوال داشته باشیم بزرگ از صفر، سوال ششم دو اکس منفی اشت بر 5 اکس مثبت پانزه بزرگ از صفر جداگانه سفرساز های R صورت و مخرج ما پیدا میکنیم ار بینوم که دو اکس منفی اشت مساوی به سفر اکس ما مساوی به چار پنج اکس مثبت پانزه مساوی به سفر اکس ما, ما منفی سه ما چار و منفی سه را روی جدول سای ال و یا روی میور اعداد ترسیم میکنیم از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی یک سفر ساز منفی سه و یک سفر ساز مثبت چهار است خود سوال نشته میکنیم میگیم دو اکس منفی اشت و پنج اکس مثبت پانزه بزرگ از سفر یک عدد دلخواه را در نظر میگیریم مثلا ده ده بین چار و لایتنایی است دو ده بیست 20 منفی 8 یک مقدار مثبت 5 ضرب 10 پینجا بایی جمع شد و مثبت 65 مثبت بر مثبت مثبت منفی مثبت چون بزرگ از صفر است چون بزرگ از صفر است پس سایه ال مثبت است بزرگ از صفر مثبت مانا میتا پس منفی سایه ال نیست مستقیم سطح ال نوشته میکنیم از منف تا منف سه اتحادش از چار تا لایتنایی چرا انتروالا را باز گرفتیم؟ به خاطر که تنها بزرگ از صفر است یعنی مساوی نداره یعنی مساوی نداره بهم سر سوال آخری بخش نامساوات کسری درجه یک ما که سوال افتم میشه سوال افتم اگر ما داشته باشیم به یالت 5 x مثبت یک بر x مثبت دو منفی چار فرزن کوچک از سفر اولا باید عدد چاره امر با کسر یا غیر واجب یا با استفاده از عملی جمع تفریق کسرها ساده بسازیم ما میتونیم به حالت نشته کنیم 5 x مثبت یک بر اکس مثبت دو منفی خط کسری چار ضرب قوس x مثبت دوی بر x مثبت دو کوچک از سفر دوباره اگر x مثبت دو را با x مثبت دو اختصار بسازیم دوباره پس امو منفی چار ما به دست میه. از مخارج مساوی یکی را بحث مخرج مشترک در نظر میگیریم صورت ها 5 x مثبت 1 منفی 4 ضرب x منفی 4 x منفی 4 ضرب 2 منفی 8 کوچک از صفر ساده می سازیم نتیجه 5 x و منفی 4 x میشه تنها x نتیجه مثبت 1 و منفی 8 میشه منفی 7 و مخرج داریم x مثبت دو کوچک از صفر که این سوال ما کی سوال ما شکل سوال پنجم و ششم به خود گرفته مشابه به سوال پنجم و ششم شده حال مشابه به اینا علش میکنیم سفر صورت و مخرج به دست میاریم x منفی افت مساوی به سفر میشه x ما افت x مثبت دو مساوی به صفر پس x ما از منفی دو این دو صفر سازه روی جدول سایه ال و یا روی میور اعداد نشته میکنه اینی است جدول از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی یک سفر ساز از منفی دو و یک صفر ساز است مثبت افت خود سوال نشته میکنیم x منفی افت بر x مثبت دو کوچک از صفر یک عدد در نظر میگیریم یک عدد دلخواه مثلا منفی چار منفی چار اینجا موقعیت داره چون از منفی دو کده کوچک است منفی چار و منفی افت میشه منفی منفی چار و مثبت دو میشه منفی منفی تقسیم منفی میشه مثبت. پس متناوب است منفی مثبت چون کوچک از صفر است زمانی که کوچک از صفر باشه پس مثبت سایه ال نیست مثبت ها را ما خط میگیریم میگیم مثبت سایه ال نیست تنها سایه ال ای قسمت است یعنی انتروال منفی دو و افت سایه ال است پس میگیم اکس ما بزرگ از منفی دو کوچک از افت به قسم انتروال ال یا ست ال نشان بتیم میگیم از منفی دو الا افت پس یه سایه ال نامساوات امی سوال افتم ما اسم سایی به منفی دو و مثبت افت که یه ال سای ال سوال شماره افتم ما خب دوستان میاییم دوباره بینوم ها که به شکل اصل ضرب قوس هست دوباره ایره یک بار تکرار میکنیم در قدم اول صفر های R یک پیدا میکنیم. کنیم X منفی یک پیدا کردیم یک شد صفرساز X مثبت را یافتیم منفی چار شد منفی چار و مثبت یک روی میور اعداد ما نوشته میکنیم. کنیم منفی و مثبت یک البته به با ترتیب باید نوشته شد نمیشه که اول یک نوشته کنیم باز منفی چار اشتباه میشه باید از کوچک به بزرگ بریم دو موضوعی که بسیار مهم و اساسی است ای است که به صورت کل علایم اینجا یا مثبت است یا منفی یا مثبت یا منفی دیگه علامه نیست به استثنای مثبت و منفی و موضوع دوم جهت نامساوی به صورت کل یا کوچک است یا بزرگ کوچک از سفر منفی مانا میتا بزرگ از سفر مثبت مانا میتا زمانی که کوچک از سفر بود سایه علم منفی میشه زمانی که بزرگ از صفر بود سایه علم ما مثبت میشه. پس حالی که کوچک از صفر است سایه عل ما منفی است. کدام اعداد دا وسط قرار دارم؟ منفی سه، منفی دو، منفی یک، صفر. اما اعداد کلن از منفی چار کده بزرگ است میگیم اکس بزرگ از منفی چار. اما اعداد کلن از یک کده کوچک است میگیم اکس کوچک از یک. سوال بعدی که از ما خواسته میشه یک سوال است که سایه ال خواسته میشه از منفی چهار تا یک اسی سایه ال سوال بعدی آسل جمع جزور تام میخواسته میشه یعنی تمام عداد که در یه است عداد تام شما نشته کده شده منفی شش به همه قسم سوال دوم مشابه به اول است میم سر سوال سوم که علامش بزرگ از سفر است سوال سوم در قدم اول سفر سازای ار یک از قوس را پیدا میکنیم صفر سازی را پیدا کردیم شده پایین صفر سازی قوسا پیدا کردیم شده منفی 2 صفر سازی قوسا پیدا کردیم شده منفی 4 آله منفی 4 و منفی 2 پنج روی جدول یا میوره اعداد نشانه میکنیم که عبارت از منفی 4 و منفی 2 و مثبت 5 است نشانه کردیم یک عدد انتخاب میکنیم هر عددی که باشه ما هر عددی انتخاب کنیم فرضاً این بار انتخاب میکنیم ما در ده, ده از یک بزرگ است این قسمت 20 20 منفی 10 میشه یک مقدار مثبت. این شد مثبت. 30 با این جمع هم میشه یک مقدار مثبت. 50 با این میشه 70 یک مقدار مثبت. مثبت ضرب مثبت مثبت، مثبت ضرب مثبت مثبت. فصلا متناوب منفی، مثبت، منفی. اول میبینیم چون علامه نامساوی بزرگ از صفر است. علامه نامساوی بزرگ از صفر است. پس میگه مثبت ها سایه است بزرگ از صفر مثبت منامیت کوچک از صفر منفی چون بزرگ از صفر است مثبت سای اهل است منفی ها که سایه نیست اینا را ما خط گرفتیم ای علایی ما پاک میکنم به خاطر که بعدا شما میتونید یک عدد دیگر را انتخاب کنید اما اینا تغییر ناپذیر است یکسان است همیشه چون مثبت ها سایه است که وسط است از منفی 4 بزرگ عدادی که در وسط است از منفی دو کده کوچه که در است از پنج کده بزرگ عدادی که در وسط است کوچک است لا کی دو دانه را ما میتونیم به قسم ست عل نشته کنیم میایم سر نامساوات کسری سوال چهارم مشابه به سوال سیوم است حاصل و قوس ها میایم سر نامساوات کسری جداگانه صورت و مخرجه ما مساوی به صفر قرار میتیم تا صفر سازار را به دست بیاریم x منفی ده مساوی به صفر x ما ده x منفی 4 مساوی به صفر x ما مساوی به چار پس نال چار و در روی جدول سای ال یا روی میور این اعداد ترسیم میکنه یک عدد انتخاب میکنیم اینجا وضع میکنیم هر عدد که باشه مثلا میگم مثلا وضع میکنیم چنده ششه شش ده اینجاست شش منفی ده یک مقدار منفی 6 منفی 4 میشه یک مقدار مثبت منفی تقسیم مثبت میشه منفی پس اینا متناوب چرا منفی سایه عل است چون کوچک از صفر است زمانی که بزرگ باشم مثبت سایه عل میشه زمانی که کوچک از صفر باشم منفی سایه عل میشه به صورت عموم پس متباقی سوال ششم و فتم هم مشابه به سوال پنجم است که نامساوات کسری درجه یک خب دوستان و عزیزان گرامی ای بود درس امروزی ما تا درس بعدی که نامساعت درجه یک با قیمت مطلق است خدا آن حافظ و نگهدار شما تشکر است توجهتان Thank